در شام غریبان امسال مرجال غد رایت الال شیرازی رازی مدزلو در جمع کثیر اعزاداران حسینی به ایراده سخن پرداختند. معظم الله ضمن عرض تعذیت به پیشگاه امام زمان عجلالا فرجا شریف و شیعان جهان برای برپا کنندگان شاعر حسینی دعا فرمودند و آرزوی توفیق روزافزون کردند. ایشان با اشاره به فرازی از زیارت ناحیه مقدسه فرمودند، در یکی از زیارت های امام حسین علیه السلام وارد شده است السلام عل المزام المصطباح که مزام به معنای مظلوم است مانند دیگر اهل بیت علیه السلام ولی واژه المستباح فقط برای امام حسین علیه السلام و در زیارت ایشان آمده است مرجعیت شیعه ادامه دادند این واژه به معنای حلال و مباه در صورت مطلق آن است و به این معنی که دشمنان آنچه را با سید و شهده علیه السلام و مخدرات ایشان انجام دادند همه را حلال شمردند و حتی از دید خود همه این جنایات را قربتا الله انجام دادند معظم الله در ادامه با اشاره به روایات تاریخی مبنی بر اینکه قتله کربلا خود را مسلمان میدانستند در پاسخ به این سال که چرا امام حسین علیه السلام از نظر آنان مستباه شمارده شدند فرمودند اگر امروز میبینید افرادی با گفتن کلمه لا اله الا الله جنایاتی را مرتکب میشوند سرمنشه آن معاویه است چرا که او در مدت 20 سال حکومتش علاوه بر جنایاتی بزرگ که مرتکب شد فرهنگی ضد فرهنگ اهل بیت علیهم السلام به وجود آورد که لازم میدانم همگان مخصوصا جوانان را به مطالعه تاریخ و آشنایی با این فرهنگ سفارش کنم ایشان افزودند در زمان معاویه در خطبه های نماز انواع اهانتها ها و تهمت ها به اهل بیت علیه و سلام آروا داشته می شود. تا جایی که مردم خیال کردند پیامبر خدا قوم و خیش دیگری نداشته است و این نشان از قدر فرهنگ باطل معاویه دارد مرجعیت شیعه ادامه دادند شیعیان در طول تاریخ در اقلیت و تحت ظلم بودند به ای که در گذشته در کربلای معلا اگر کسی یزید ابن معاویه را سب می کرد به زندان می افتاد. اما خوشبختانه جهان امروز به شکلی دیگر است و جهانیان با آزادی بیشتر برخوردار هستند و امروز این سؤال را مطرح می کند که شیعیان امیر مومنان علی علیه السلام چه زمانی باید چهره واقعی این ظالمان را به دنیا نشان دهند و این مسئولیت بر عهده چه کسی است معظم الله در ادامه به سرنوشت مبارزه کنندگان با شعار حسینی اشاره کردم و ضمن درس عبرت دانستن عاقبت خفتبار آنها فرمودند چه کسی باید برای مکتب اهل بیت علیه السلام فرهنگ سازی کند و این در حالی است که دشمنان برای عقیده باطل خود این کار را کرده مرجعیت شیعه افزودند جریان امام حسین علیه السلام فوقلاده حساس است و کسانی که با مقابله با شهر حسینی به این دستگاه آسیب میزنند و یا حتی در یاری مکتب سید شهدا علیه السلام کوتاهی میکنند در دنیا و آخرت به ذلت دچار خواهند شد. ایشان در ادامه خطاب به اقام کنندگان شهر حسینی فرمودند جوانان عزیز و برپادارندگان شاعر حسینی از مبارزه ظالمان در دل حراس راه ندهند چرا که هر گونه رنج و مهنتی در این راه سعادت دنیا و آخرت است و خدا و اهل بیت علیه السلام وعده داده اند که این سختی ها را جبران می کنند معظم الله حفظودند در گذشته شیعیان مخلص یک قدم از عقاید شیعه عقب نشینی نکردند و در این راه جان خود را نثار کردند حال نوبت ماست که در این راه انجام وظیفه کنیم آزار و عذیت های روزگار ما در حد آزارهای گذشته نیست پس با جان و دل آن را تحمل و شاعر مقدس حسینی را به جهان معرفی کنید و بدانید که خون بسیاری بر زمین ریخته شده تا این شاعر به دست ما رسیده و یا و ما باید آن را به دیگران منتقل کنیم که های انجام شده در این راه کم است ایطلال عثمانی شیرازی فرمودند در روزگار فعلی کم و بیش از آزادی ها و امکانات روزمانند ماهواره ها برای تبلیغ و معرفی شهر حسینی استفاده شده اما این مقدار کم است و باید باطل بودن فرهنگ اموی را به جهانیان رسان تا آنان بدانند که چه چی چیزی و چه چی کسانی باعث شده تا ادعی امام حسین علیه السلام را مستباه بدانند معظم الله در بخش پایانی سخنان خود به مسئله اهمیت زیارت میلیونی اربعین حسینی پرداختند و فرمودند مسئله دیگر زیارت اربعین است که باید در این راه تلاش شود نباید کسی در زمینه اربعین حسینی کوتاهی کند مبادا کسی بگوید به زیارت رفتن من چه تأثیری دارد چرا که زیارت اربعین نشانه ی ایمان است ایشان با اشاره به لزوم تبلیغات فرهنگی در ایام زیارت میلیونی اربعین حسینی افزودند علاوه بر این باید در راه تسهیل زیارت میلیونی اربعین حسینی تلاش شود تا همگان به این سعادت نایل آیند حتی باید جوانان به دیدار مسئولین حکومتی بروند و یا هر فعالیت دیگری که در این زمینه نیاز است را انجام دهند و بدانید هرگونه کوتاهی در راه تسهیل زیارت اربعین حسینی خزلان دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت معظم الله ادامه دادند گرفتن ویزا از زائرین امام حسین علیه السلام هیچ معنایی ندارد این را بدانید که روزی اخذ ویزا و گذرنامه برای زیارت امام حسین علیه السلام برداشته می شود و این امر حتمی و قطعی است اما چرا این اتفاق در زمان ما رخ ندهد و چرا چنین سعادتی از دست مسئولان زمان ما برود مسئولان باید خودشان کاری کنند تا زیارت اربعین حسینی به بهترین نحو و با تمام تسهیلات برگزار شود و خود را از این سعادت محروم نکنند مرجعیت شیعه در پایان فرمودند امیدوارم روزی برسد که تمام حکومت های دنیا اخذ ویزا و گذرنامه را برای زیارت امام حسین علیه السلام لغو کنند و این سعادت را برای خود تحصیل کنند گفتنیست مشروع سخنان ارزشمند مرجعیت از ه شبکه محوری و به پنج زبان فارسی، عربی، انگلیسی، ترکی و اردو پوشش داده شد.